اخراج سفیر و رئیس ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی همچنان مورد بحث و بررسی رسانه‌های خبریه. گزارشی از اسکای نیوز رو با هم ببینیم. آلبانیا، المحطه الاحدث للمخطط الايراني السري الذي لا يتورع عن استخدام البعثات. آلبانی جدیدترین ایستگاه طرح‌های مخفیانه رژیم ایران است که از بکارگیری سفارتخانه‌هایش در کارهای تروریستی خودداری نمی‌کند، چه برای هدف قرار دادن مخالفانش و چه برای گسترش تروریسم و ترس در خارج از مرزهای خود. مقامات در تیرانا تصمیم به اخراج دو دیپلمات ایرانی گرفتند، چرا که آنها مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی بودند. پیشتر در فرانسه و دانمارک نیز چنین گام‌های علیه رژیم ایران برداشته شده بود. دو طرح تروریستی جداگانه این رژیم علیه اپوزیسیونش در این کشورها خنثی شده بود. در این طرح‌ها نیز دیپلمات‌های رژیم دست داشتند که در رسانه‌ها اسدالله اسدی، یکی از کارکنان سفارت رژیم ایران در اتریش، قرار داشت. طرح‌های تروریستی رژیم ایران از ابتدای روی کار آمدن خمینی و سرنگونی شاه شروع شده است. در این طرح‌ها بیش از 60 تن از شخصیت‌های مخالف رژیم قربانی شدند. در اجرای این طرح‌ها بازوی خارجی سپاه پاسداران و برجسته‌ترین شبه نظامیان وابسته به این رژیم، یعنی حزب‌الله لبنان، قرار